سرخط خبرها. سفارت روسیه در کابل. به سفارت برای صدور ویزه مراجعه نکنید. نماینده اروپا. انتقادات طالبان به گزارش سازمان ملل به پشتوانه است. امشب شب ختم حیات نظامی طالبان در پنجشیر است و فرمانده که دیشب فرمان تیرباران مقاومتگران را صادر کرده بود خودش نیز به هلاکت رسید. مشروع خبرها. سفارت روسیه از مراجعه کنندگان خواست تا از مراجعه در بخش کنسولی خودداری کنند. به گزارش اسپوتنیک سفارت روسیه در افغانستان ارائه خدمات کنسولی صدور ویزه و مدرک ها را متوقف کرده و از بازدید کنندگان خواسته است تا اعلامیه بعدی حضور نداشته باشند. سفارت در پیام تلگرامی اعلام کرد درخواست کنندگان گرامی، سفارت روسیه در افغانستان از شما می خواهد که تا ادلاع بعدی به بخش کنسولی نیایید. ما در حال کار روی گزینه های برای صدور مدرک های پذیرفته شده برای شما هستیم. هیچ درخواست بدتر و موقت پذیرفته نمی شود. خدمات کنسولی رایه نمی شود. ویزاهای جدید صادر نمی شود. سفارت روسیه خاطر نشان کرده است که در مواقع اضطراری شهروندان روسیه می توانند با تلفن پشتیبانی کنسولی اضطراری تماس بگیرند. این دفتر دیپلماتیک افزود تنها برای شهروندان روسیه گواهی داده نمی شود. یادآوری می کنیم که روز دوشنبه 14 سنبله در پی یک یورش انتحاری با مواد منفجره که در نزدیکی سفارت روسیه در کابل رخ داد، بیش از 6 نفر کشته شدند که 2 نفر از آنها کارمندان سفارت روسیه بودند. پس از این یورش، گروه داعش در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر کرد نوشت، یک شبه نظامی داعش واسکت انتحاری خود را در میان جمع با حضور کارمندان روس در نزدیکی سفارت روسیه در کابل منفجر کرده است. نماینده اروپا. انتقادات طالبان به گزارش سازمان ملل به پشتوانه است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که گروه طالبان نتوانستند به وعده هایشان عمل کنند. توماس نیکولاسون فرستاده اروپا برای افغانستان گزارش پسین گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان را ستود که در آن که در عرصه حقوق و آزادی های مردم به شدت انتقاد شده است. همچنان او گفت که بیانیه طالبان در رد این گزارش فاقد پشتوانه لازم است. ریچارد بن با اشاره به قبنشینی شدید در زمینه حقوق زنان و دختران، انتقامگیری از مخالفان و منتقدان و سرکوب آزادی بیان در افغانستان گفته است که گروه طالبان به سوی ایجاد یک رژیم استبدادی گام برمی‌دارند. گروه طالبان نه تنها این گزارش را جانبدارانه و دور از واقعیت توصیف کرده، بلکه مدعی است که زمینه کار آموزش را نیز برای زنان و دختران فراهم کرده است. گزارشگر سازمان ملل افزون بر نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان و بخصوص در پنجشیر از بسته ماندن لیسته های دخترانه انتقاد کرده بود. طالبان 2 اسیر دیگر جبهه مقاومت را دست بسته در پنجشیر تیرباران کردند. منابع نوار را در اختیار آماج قرار دادند که نشان می‌دهد طالبان 2 چریک جبهه مقاومت را زنده اسیر گرفتند، اما لحظات بعد تیرباران می‌کنند. تیرباران اسیر جنگی در پنجشیر واکنش گسترده‌ای را به همراه داشته است. ادامه درگیری‌ها در پنجشیر. طالبان به نیروهای تازه نفس نیاز دارند. منابع محلی در پنجشیر میگویند که طالبان از مقام‌های مرکزی این گروه درخواست اعزام 1000 نیروی تازه نفس را به این ولایت دادند. منابع معتبر روز سه‌شنبه 22 سنبله با روزنامه‌اش صبح گفتند که طالبان این درخواست را پس از عملیات‌های پیهم اما ناموفق این گروه برای سرکوب نیروهای جبهه مقاومت ملی در پنجشیر دادند. منابع می‌افزایند که مولای فصیح‌الدین رئیس ستاد ارتش و 2 فرمانده دیگر طالبان از ولایت غور درخواست اعزام نیروی تازه نفس به پنجشیر را رد کرده است. منابع همچنان می‌گویند که طالبان در حال حاضر از ولایت‌های هلمند و قندهار برای جنگ پنجشیر نیرو جذب می‌کنند. طالبان تا کنون در مورد این ادعاها چیزی نگفتند. گفتنی است که طالبان از چند روز پیش به این سو با اعزام هزاران نیرو به پنجشیر عملیات گسترده ای را به هدف سرکوب نیروهای جبهه مقاومت ملی در این ولایت راه‌اندازی کردند، اما به نظر می رسد این عملیات ها تا کنون با شکست سختشان روبرو شده است. فرمانده که دیشب فرمان تیرباران مقاومتگران را صادر کرده بود خودش نیز به هلاکت رسید.
فرهاد فرامرز در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد مولا شیرین حبیب قندهاری، قماندان سابق جنگ قندهار و قماندان فیلی بخشی از طالبان قندهاری در پنجشیر، دیروز فرمان تیرباران شدن اسیران مربوط به جبهه مقاومت را داد. اما امروز خودش توسط نیروهای مقاومت به هلاکت رسید. گزارش‌های مهم تازه از جهان که شنیدنی است. پیشنهاد تضمین‌های امنیتی دفتر زلنسکی برای اوکراین. دفتر رئیس جمهور اوکراین پروژه خود را درباره تضمین‌های امنیتی برای اوکراین ارائه کرد. با گزارش اسپوتنیک، پیشنهادات اوکراین شامل امضای معاهده امنیتی کیف است که شرکت کنندگان آن می‌توانند ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، لهستان، ایتالیا، آلمان، فرانسه، استرالیا، ترکیه، کشورهای بالتیک، شمال، مرکز و شرق اروپا به عنوان ضامن باشند. دفتر ولادیمیر زلنسکی روز سه شنبه پیشنویس را درباره تضمین‌های امنیتی اوکراین با عنوان پیمان امنیتی کیف منتشر کرد، زیرا کیف به کشورهای اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، استرالیا و ترکیه ضامن ارائه می‌دهد. بر اساس متن پیشنویس سند ضمانت‌های امنیتی کیف، کشورهایی که ضمانت‌های امنیتی اوکراین را امضا کردند در صورت تجاوز به اوکراین باید به اوکراین کمک نظامی کنند. در صورت تجاوز سند مشترک باید تعهدات گسترده ضامن‌ها را تعیین کند برای استفاده از تمام عناصر قدرت ملی و جمعی خود و اتخاذ تدابیر مناسب که ممکن است شامل ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی باشد تا اوکراین را قادر سازد. در متن این پیشنویس آماده است که تجاوز را متوقف کنند، حاکمیت خود را بازگردانند، امنیت برتری نظامی خود را تضمین کند و به طور مستقل از خود در برابر هر تهدید دفاع کنند. در متن سند پیشنهادی که روز سه شنبه در وبسایت دفتر زلنسکی منتشر شد آمده است ضمانت‌های امنیتی باید مثبت و به وضوح بیان شود. این ضمانت‌ها مجموعه‌ای از تعهدات گروه ضامن را به همراه اوکراین نشان می‌دهد. آنها باید بر اساس توافقنامه‌های دو جانبه الزام‌آور باشند، اما در یک سند مشارکت استراتژیک مشترک مائده به نام امنیت کیف متعهد شوند. در این متن پیشنهادی دفتر زلنسکی همچنان آمده است که قوی ترین تضمین امنیت برای اوکراین توانایی دفاع از خود است. این مستلزم سرمایه گذاری طولانی مدت پایدار در پایگاه نظامی صنعتی اوکراین، انتقال گسترده تسلیحات و پیشبینی دولتی از متحدان، ماموریت های آموزشی فشرده و تمرین های مشترک زیر پیشبینی اتحادیه اروپا و ناتو است. در این سند آمده است که این توافق می تواند گروه اصلی کشورهای متحد و اوکراین را متحد کند. در این سند نوشته شده است این گروه از کشورها ممکن است شامل ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، لهستان، ایتالیا، آلمان، فرانسه، استرالیا، ترکیه و همچنین کشورهای اروپای شمالی و کشورهای بالتیک، اروپای مرکزی و شرقی باشند. کشورهای ثروتمند غله کشورهای فقیر را غارت کردند. CCS تنها 28% از کشتی‌ها با محصولات اوکراین به فقیرترین کشورها می‌روند، اما 44% آن به ثروتمندان تحویل می‌گردد. با گزارش اسپوتنیک بر اساس گزارش مرکز هماهنگی مشترک ICC، تنها 28% از کشتی‌ها تحت معامله محصول از اوکراین به کشورهای کم‌عاید انجام شد که 2% از آنها به سودان و کنیا و 1% به جیبوتی، سومالیا، لبنان و یمن رسید، در حالی که 44% به کشورهای ثروتمند رسید. تا ظهر 12 سپتامبر 2.7 میلیون تن غلات و سایر محصولات غذایی از سه بندر اوکراین یعنی اوتسا، یوژینیا، چرمونسک حمل شد. 53% محصولات جواری، 23% گندم، 12% تخم گل آفتاب پرست، 6% جو انتقال شده است. اوایل ماه سپتامبر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد وضعیت صادرات غلات اوکراین در نشست عمومی WEF گفت که کشورهای اروپایی همچنان به عنوان استعمارگر عمل میکنند و بار دیگر کشورهای در حال توسعه را فریب میدهند. پوتین گفت که تقریبا تمام غلات صادر شده از خاک اوکراین تا به کشورهای در حال توسعه بلکه به اتحادیه اروپا ارسال میشود، نه به آنها.